خاطرات زیارتی هرچند از نظر غالبا نخواهد رفت، آخرین بار که حرم رفتم هرگز از یاد من نخواهد رفت. یاد دارم در آخرین دیدار در حرم ازدحام زائر بود، در نگاهم دوید دخترکی به گمانم که از اشاعر بود، دست در دست مادرش آرام دخترک رفت رو به روی زری، دست خود را گذاشت بر سینه، دست خود را کشید روی زری. با همین لحن کودکانه خود گفت آرام دوستت دارم. دو سه شب پیش که 3 سالم شد مادرم گفت با تو همسالم. مادرم گفته می شناسیدم، ایلیاتیم، اهل ایرانم. تا زبان باز کرده ام اول زیر لب گفته ام حسین جانم. مادرم گفته در کنار زری حرف سوغاتی حرم نزنم. تشنه ام شد اگر نگویم آب، حرف از گوشواره هم نزنم. با صدای بلند هم نشده هیچ مردی مرا صدا بزند. بعد بابا چه بر سرت آمد، بعد بابا چه بر سرت آمد، کی دلش آمده تو را بزند، کی دلش آمده تو را بزند. بسم رب الحسین. با سلام و درود خدمت شما بینندگان محترم، شما حسینیان عزیز، شما دلدادگان حضرت قمر بنی هاشم علیه السلام از هر جای جای این کره خاکی، ممنون هستیم که اجازه دادید مهمان خانه های گرم شما باشیم. از کربلای معلا، بین الحرمین، بهشت روی زمین، از استودیوی حضرت ام البنین سلام الله علیها با برنامه احرام محرم در خدمت شما هستیم. ای مقام عصمت که در مقابل چشمان به اشک نشسته زن و فرزند و خواهر، سر مقدس تو را از تن مبارکت جدا کردند، تشنگی جگر مبارکت، گریه اطفال تو، حضور خانواده و اهل و عیالت میان نامحرمان، جسارت به پدر و برادر بزرگوارت، 3 روز
بدن مطهرت روی زمین، بدن پر از جراحت تو، خواب و خوراک و لذت و خنده و شادی را از یاد ما برده است. شیعه به خاک می نشیند، در آن مصیبت پا برهنه می کند، به سینه می زند، لباس نو و عطر و شانه در آن روز برایش معنایی ندارد. همه لباس مشکی بر تن کرده اند. شیعه در خانه نمی تواند بماند. بر سر و سینه زنان بیرون می آید صدای وا اماما، وا حسینا، از هر سو به گوش می رسد. صدای مصیبت از همه جا به گوش می رسد. در ابتدای برنامه با نمونه ای از تاریخچه عزاداری در خدمت شما هست تا بدونیم عزاداری تاریخچه کهنی داره و ما به پیروی از حضرات معصومین علیهم السلام این سنت را با آدابی خاص به جای می بریم. پس با ما همراه باشید با نمونه ای از تاریخچه عزاداری. يا حسين گریه بانوان بنی هاشم قبل از خروج حضرت از مدینه. از آغاز حرکت کاروان حسینی از کربلا تا بازگشت غمبار قافله به مدینه، گریه همراه آنان بود که به نمونه هایی از آن اشاره می شود. هنگامی که حسین ابن علی علیه السلام خواستند از مدینه به طرف مکه حرکت کنند، بانوان بنی عبدالمطلب جمع شدند و گریه کردند. حضرت سید الشهدا علیه السلام تشریف آورد و فرمود چرا گریه می کنید و دیگران را بر این سفر آگاه می کنید؟ بانوان گفتند چرا در گریه پیشی نگیریم در حالی که آن روز که شما شهید می شوید نزد ما مانند روز شهادت جدتان رسول الله و علی مرتضی و فاطمه زهرا و امام حسن مجتبی علیهم السلام است. قسم می دهیم شما را که مانع از گریه ما نشوید. خداوند ما را فدای شما گرداند ای حبیب ابرار. یکی از عمه های حضرت در حالی که گریه می کرد گفت شهادت می دهم ای حسین که شنیدم جن بر تو نوحه‌گری کردند و می گفتند و این قتیل الطف من آل هاشم اذل رقابا من قریش فذلتو. این نمونه از تاریخچه عزاداری بود که تقدیم شما دوستان کردیم. انشاءالله در قسمت‌های بعد و به شرط حیات نمونه‌های دیگر از تاریخچه عزاداری رو تقدیم شما خواهیم کرد. اما اکنون دوست داریم شما را با آداب کلی عزاداری آشنا کنیم. پس با ما همراه باشید. آداب کلی عزاداری. عمق مصیبت و یادآوری آن میل به خوردن و آشامیدن را
از انسان دور می کند. حتی آنگاه که لقمه نانی برای سد جوع و قوت در عزاداری به دهان می گذارد، با شرمندگی و چشمانی اشکبار می خورد. گویا در این فکر است که کیف آکل و قد قتل ابن رسول الله جائعا، چگونه بخورم در حالی که پسر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را گرسنه شهید کردند، و چگونه بیاشامم در حالی که آقای مرا با جگر تشنه شهید کردند. دیدن آب و احساس سردی و خنکی آن و یاد آن حضرت پس از نوشیدن آب، سوز سینه و محبت را افزون می کند. اینک به عنوان یک عزادار هر صبح و شام به مولایمان صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف که صاحب عزاس تسلیت می گوییم. لباس مشکی می پوشیم که حضرتش را در حزن و اندوه یاری نماییم، و به همه کسانی که ما را می‌بینند اعلام کنیم که ما عزادار فرزند رسول خداییم و عزادار امام و مولایمان هستیم. به فکر خضاب و اصلاح و شانه زدن نیستیم، چرا که پریشانی احوال عزیزمان در نظرمان جلوه می‌کند. از عطر نشاط‌آور استفاده نمی کنیم و با گلاب مجلس عزاداران را که عطر معنوی و الهی نیز معطر است عطرآگین می کنیم. آرام و اندک سخن می گوییم، زیرا عزادار و ماتم زده. از خنده و شوخی و هر حرف و عمل و نگاهی که حالت حزن را از ما بگیرد پرهیز می کنیم. هنگام برخورد با دیگران مصیبت امام حسین علیه السلام را به آنها تسلیت می گوییم. مشتاقیم که خدمتی به مجلس عزاداری و عزاداران کنیم. با ادب وارد مجالس عزاداری می شویم، زیرا معصومین علیهم السلام در آن مجالس حضور دارند، برای پاک کردن اشک چشم خود از دستمالی مخصوص و تمیز استفاده می کنیم تا این درهای گرانبها در هر جایی نریزد. برای سلامتی عزاداران دعا می کنیم و به آنها احترام می گذاریم. با تعصی به مولایمان امام صادق علیه السلام برای زائرین قبر مولای مظلوم و غریبمان دعا می کنیم. دست به دعا و توسل برمی داریم که خداوند توفیق شرکت بیشتر در مجالس را به ما مرحمت فرماید. در مجالس از امام حسین علیه السلام اشک و سوز می خواهیم که خود درک مصیبت است. با طهارت به مجالس می رویم. از خوردنی و نوشیدنی مجالس عزا با افتخار و احترام به آن و دستندرکاران آن استفاده می کنیم. زن و فرزند را با لباس عزا و عزاداری آشنا می سازیم و به نشانه عزاداری و داغداری در مغازه و محل کار و درب منزل خود پرچمی نصب می کنیم. بر قاتلین آن حضرت علیه السلام و ظالمین ایشان هر روز لعن و نفرین می کنیم. زیارت آن حضرت و سلام بر آن آقا را ذکر جلی و خفی خود می دانیم. از مطالعه مقتل و تاریخ زندگانی آن حضرت و اهل بیت و اصحابش غافل نمی شویم،
که درک مصائب را عمیق تر می کند. در رفت آمد مجالس خروج حضرت را با اهل بیت و فرزندان و خواهرانش از مدینه تا مکه و از مکه تا کربلا و پس از آن به کوفه و شام را به یاد می آوریم. سقائی و سیراب کردن دیگران به یاد لب تشنگان کربلا از آداب و سنن حسنه محبین در این ماه است. سعی می کنیم از سیر شدن و سیراب کردن خود مثل بقیه ایام سال خودداری کنیم. بهترین اوقاتمان را برای مجالس و سوز و اشک قرار می دهیم و در طول روز و شب هنگامی که بیداریم به فکر و اندیشه کربلا، تشنگی، اسرا، اطفال، گرمی هوا و بدنهای عریان می افتیم، مخصوصاً اگر در حال رفتن به مجالس عزا باشیم. اگر چشممان درد گرفت، پایمان مجروح شد، پیشانیمان ضربه خورد یا شکست، کربلا و نهر القمه و عصر عاشورا و پیشانی خونین مولایمان را به خاطر می آوریم. بله، ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید. یکی از انگیزه های عزاداری کردن رساندن پیام عدالت به جهانیان است. هنگامی که عزاداری می کنیم، بر سر و سینه می کوبیم، دسته های عزاداری به راه می اندازیم و با صدای بلند در کوچه و بازار به حرکت در می آییم و ندای یا حسین سر می دهیم، ناخودآگاه در ذهن برخی این پرسش به وجود می آید که مگر امام حسین علیه السلام که بوده که شیعیان پس از قریب به 1400 سال اینچنین برای حضرتش عزاداری می کنند. آنجاست که با اندک پرسش و تحقیقی به جواب این سؤال می رسد و در می یابد که امام حسین علیه السلام بزرگواری است که با فداکاری بی‌نظیر خود اسلام را زنده نگاه داشت و بقاء آن را تا ابد تضمین نمود. آنجاست که در می‌یابد امام حسین علیه السلام بزرگواری بود که معنای حقیقی عدالت را برای جهانیان به ظهور و بروز رساند. از آنجا که در روز عاشورا نه فقط در هنگام شهادت اهل بیتش بر سر بالینشان حاضر شد، بلکه در هنگام شهادت اصحابش نیز بر سر بالینشان حاضر شد و سر آنها را به دامن گرفت. عدالتی که سیاه و سفید نمی شناخت و ملاک بلند مرتبگی در آن فقط تقوای الهی بود. پس عزاداری می کنیم بر آقایی که ماهیت کفرآلود و ننگین بنی امیه و میزان درندگی، قساوت قلب، رذالت و چهره اهریمنی و عدم عدالتشان را برملا کرد. عزاداری می کنیم بر آقایی که فرمود الموت اولا من رکوب العاری، مردن با عزت از زندگی در ذلت بهتر است. امیدوارم این عرض ارادت ها و عزاداری ها را از ما قبول کنند و نام ما را در دفتر ارادتمندان به خودشون ثبت کنند انشاءالله. امیدوارم از این قسمت از برنامه احرام محرم استفاده وافی و کافی رو برده باشید و امیدواریم در لحظاتی که مشغول عزاداری هستید ما را از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. ما هم قول میدیم در کربلای معلا دعاگو و نایب الزیاره شما باشیم. به قسمت پایانی برنامه رسیدیم.
وقتشه که دلاتون رو راهی کربلا کنید و با پای دل زائر کربلا بشید. امشب هم متعلق به حضرت رقیه سلام الله علیها، دردانه حضرت سید الشهدا علیه السلام است. در خدمت یکی از مادهین اهل بیت علیه السلام هستیم و از صدای گرم ایشان استفاده میکنیم. زانوی غم بغل میگیریم و همراه با صاحبمون حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف گریه کنه جد بزرگوارشون امام حسین علیه السلام میشیم. دلهاتون طوفانی، آسمون چشماتون بارونی از غم سید الشهدا. انشالله هر شب مهمان سفره با کرامت یکی از پرچمداران عاشورای حسینی هستیم. تا فردا شب و احرام محرمی دیگر شما را به خدای بزرگ می‌سپاریم. ملتمس دعای خیرتان هستیم. خدا نگهدار. یا علی. السلام علی السلام عليك يا أبا عبد الله السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين پرسیدم از هلال چرا قامتت خم است آهی کشید و گفت که ماه محرم است گفتم که چی ماه محرم به گریه گفت ماهی که خلق و جمله افلاک در غم محرم آمدم این دل هنوز محرم نیست دلم اسیر ماتم نیست انشالله محرم محرم بشیم احرام محرممون با دست بی بی رقیه باشه خانمی که محرم شد طواف کرد دور سر بابا تا سر رو وارد خراب کردن صدا زدم
خرابم حرمم کعبم سر بابام، من این خرابه به باغ بهش نفروشم. من این خرابه به باغ بهش نفروشم تا چشش افتاد به سر بابام، شروع کرد درد دل گفتن بابا بنگر روی بهم ریختم را، واکن گره موی بهم ریختم را، دیگر رمقی نیست به رویت بگشایم، چشم تر کم سویم به هم ریختم را، بابا من فاطمه شام شدم، خورده نگیرید لرزیدن بازوی به هم ریختم را، منم از مادرتون زهرا ارث بردم بابا، آرام کنم تو پس از حرف کنیزی، این خواهر کم روی بم ریختم را، درد دلای دختر با بابام با همه فرق داره، بعضی از حرفای نگفتنی رو میذاره وقتی باباشو دید بزنه، هر تکه ای از زیور من دست کسی هست، هر تکه ای از زیور من دست کسی هست، پیدا کن لنگوی بهم ریختم را بابا، در شام غریبان من آرام بشوی، اینم وصیت دخترت، در شام غریبان من آرام بشوی، خونابه پهلوی بم ریختم، همون پهلویی که زجر آمی اینقدر لگت زد اون شبی که بیبی از ناقف داد،
امو عباس و صدا زد، ام زینب و صدا زد، بابا رو صدا زد، دشت و شب و طفل نابلد و بیلام گر زجر حرامی برسد و بیلام از صاحب روزه معذرت میخوام، پهلوی سه ساله و لگد و بیلام تون بیابون تاریک گرچی صدا زدن منو نزد سه سالم پرابلم رد خونم گوابم خون میچکم هی از گوشای پاره در شام غریبان من آرام بشویید آرام بشویید خونابه پهلوی بم ریختم را زیبایی دختر یکی هم موی بلنده صد هیف که گیسوی به هم ریختم را صد هیف که گیسوی به هم ریختم را درد دل بود اما اونی که رو غنگ جانو کش باعث شد دق کنه این حرف بود بابا پشت دروازه دل امه به شور آمده بود یا قمر بنی هاشم پشت دروازه دل امه به شور آمده بود چقدر دور حرم برد فروش آمده بود چقدر دور حرم برد فروش آمده بود یهودی در صدای نازلونه قد شد روز خون خراب خاموش شد نزدیک اومدن دیدن سر یه طرف افتاده روغنگ جان یه طرف خوابید در خرابه که تا کاخ ظلم را با ناله یتیمی خوب زیر رو کنم دلا لعنت الله على القوم الظالمين اللهم عجل لوليك الفرج السلام عليكم
یا اهل بیتن